نبرد. به هر روی گیو به زابلستان میرسد و رستم به پیشباز او میآید و داستان تاختن سهراب به ایران زمین را با رستم در میان می‌نهد. یک نکته نغز در داستان رستم و سهراب که چندین بار هم شاید از آن سخن گفته شده است این است که هر زمان ایرانیان با سهراب روبرو می‌شوند، این گمان در دلشان می‌افتد که چنین پهلوانی نمی‌تواند تورانی باشد. حتی بیشتر او را با سام سوار می سنجند، برابر می نهند. نیای رستم هنگامی که گیو از دلاوری ها و توان شگفت سهراب در جنگاوری با رستم سخن می گوید، رستم نیز بیدرنگ بدین گمان دچار می آید که سهراب تورانی نیست. حتی می گوید که این پهلوان سام سوار را در یاد من برمی انگیزد. سپس آشکارا بر این گمان خود انگشت برمی نهد که آزادگان این نباشد شگفت. آزادگان کنایه از ایرانیان است. چون این پهلوانی اگر در میانه ایرانیان به هم برسد بالا برافرازد، مایه شگفتی نیست. ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت. هرگز پهلوانی از این گونه از توران زمین بر نخواسته است. اما به شیوه نغز بیدرنگ در پی آن فرایاد فرزند خیش در سمنگان می آید، می گوید که من هم فرزندی دارم پوری دلاور در سمنگان که چندیست از او آگاه نیستم، اما می دانم که یلی بزرگ خواهد شد. اما هنوز گمان خردسالی. آفرین. اما با این همه رستم هم نمیتواند بیانگارد و بپذیرد که این پهلوان نو آمده سهراب اوست. میگوید که درست است که او پهلوانی بزرگ خواهد شد، اما هنوز در خردی و سالیان کودکی است. همی می خورد با لب شیربوی، شود بیگمان زود پرخاشجوی. با اینکه کم سال است هنوز لب او بوی شیر میدهد، اما نشانه های گردی و مردی در وی آشکار است. می خوردن کنایه ای است از به بالیدگی و مردی رسیدن.